مقابله با مسلمانان از سوی هندوها و نیز دولت کشور هندوستان در یک دهه اخیر به شدت افزایش یافته و در موضوعهای مختلفی باعث ایجاد تنش میان طرفین شده است در جدیدترین نمونه ها از رفتارها و اقدامهای ضد اسلامی دولت هند تغییر نام اماکن تاریخی اسلامی به های جدید است که خشم و اعتراض شدید مسلمانان به خصوص شیعیان را برانگیخته است. همکارم ماعده خاموش گزارش می دهد. منابع محلی اعلام کردند تعدادی از شهرهای برجسته شیعیان هند روز گذشته یک شنبه درخواستی برای نارندا مودی نخست وزیر هند فرستادند و در آن رسما خواستار بازگرداندن نام های اصلی و اسلامی به اماکن تاریخی اسلامی در شهر لکنو شدند این درخواست بعد از آن مطرح شده که کمیته آثار باستانی این شهر نام های جدیدی برای آثار تاریخی اسلامی معروف در شهر لکنو انتخاب کرد. در همین راستا آقای میرزا و که در تهیه و تنظیم این درخواست نقش موثری داشته اعلام کرد یکی از نمونه های این اقدام اخیر تغییر نام امام بارا شاه نجف بوده که نام جدید این مکان تاریخی اسلامی را قاضی و دینهی هیدر قرار دادند. وی در گفتگو با روزنامه بی بیزینس استاندارد افزود چنین اقدامی چیزی نیست جز برداشتن گام در مسیر از بین بردن میراث تاریخی اسلامی او همچنین گفت اما کنی که تا کنون تغییر نام داده شدهاند عبارتان از بارا امام بارا و با حسین آباد امام بارا و با امام بارا شاه نجف میرزا یعصوب عباس همچنین گفت دولت در بازسازی و تحمیم این اماکن تاریخی اسلامی ناتوان بوده لذا به تغییر نام آنها روی آورد برای مثال شاه نجف اثری تاریخی کاملا شبیه به ذریع حضرت امام علی علیه السلام در نجف اشرف در کشور عراق است وی ادامه داد روحانیون شیعه و چهره های برجسته شیعی در جامعه که 2023 در جلسه سازمان املاک و مستقلات و ثبت احوال هند شرکت خواهند کرد و رسما درخواست بازگرداندن نام های اسلامی به یماکن تاریخی را مجددا مطرح خواهند کرد. مایده خاموش اخبار شیعه در همین راستا گفتگویی داشتم با حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی عدیب هندی وکیل آیت الله سید صادق حسینی شیرازی در هندوستان و از ایشان پرسیدم هدف دولت هند از تغییر نام اماکن تاریخی اسلامی هندوستان چیست؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته در این مورد عوض کردن اسامی در جاهای مختلف در ایالات یوپی که این دولت جدید سعی دارد که این کارها را مست انجام دهد ارسی کنم که این بار اول نیست که این کار یا این اقدام انجام شده از وقتی که دولت سرکار اومده سعی دارد اسامی شهرها اسامی خیابانها اسامی مراکز مهم را عوض کنه و هدفش هم مشخصه هدفش هم این است که آثاری که اسم اسلامی داشته باشه یا اسم مسلمان یا حاکم مسلمان داشته باشه را بردارن و اون تیره خاصی که عناد خاصی به مسلمانان دارد را خوشحال کنند که رای به اینا رای بدن یعنی اصل هدف از این کار این است که با این کار و این سیاست میخوان اون توده مردم که به اینها رای دادن به این عنوان که به آثار اسلامی و آثار مسلمین را از هندوستان و حسن ایالات یوپی را بردارن اونها را خوشحال کنند که ما داریم این اقدامات را انجام میدیم و اگر به ما رای بدهند و حکومت ما ادامه داشته باشه ما اینها را محو میکنیم و اقدامی که روحانیون انجام دادن و نامه نوشتن به دولت مرکزی اقدام خوبیه که در به روش قانونی به روش مدنی ما استفاده کنیم و در این راستا مقابله کنیم و احتجاج کنیم و همینطور همین, همین سعی کنیم که به سازمانهای مختلف سازمانهای های بین هم این گزارش داده بشود تا این آثار باستانی چون بازی ها قدامت دویست ساله 300 ساله چهار ساله دارن و آثار و کارهای مهم که مسلمانان حاکم مسلمانان در هندوستان انجام دادن را یادآوری میکنن لذا سعی باید شود که هم احتجاج شود هم نام نگاری شود و هم به سازمانهای های مختلف بین المللی این گزارش داده شود تا این جلو این اقدامات گرفته شود و حاکمانی که این کار را انجام دادن در قدیم و آثار و, با آثار و برکات اسلامی که در هندوستان هنوز وجود هست را حفظ کنند الله با تشکر از حجت حساب و المسلمین ادیب هندی که از کشور هندوستان با ما همراه بودند